تمیزه دیگه، چقدر تمیز میکنی؟ دوستای کلام سلام، امیدوارم کارتون حسابی خوب باشه. آرش کماگیر هستم، خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون. امروز داریم پس از مدت با یه قهوه میریم سراغ برنامه کافی تیک تاک، با من همراه باشین. سلام، این یه چالشه، بعد من تکرار کن. سبز آبی قرمز بنفش سرمه‌ای. کتو چه رنگیه؟ توسی. خب دقت کن، بعد من تکرار کن. سبز قرمز بنفش آبی سرمه‌ای. کفش من چه رنگیه؟ توسی. خب دقت کن، بعد من تکرار کن. سبز قرمز سرکاریه؟ آبی بنفش سرمه‌ای. بند دوربین چه رنگیه؟ رنگی. خب باختی. بعد بگی بند دوربین چه رنگیه، بعد من تکرار کنیم. اوکی، منظورش این بود که هر چی که میگه باید تکرار کنه، این که سوالی که میکنه جواب بده. هی بدک نمیدونم، سراغ ویدیو بعدی. بدک نیست. چقدر کارساز بود این تکنیک. من واقعا همیشه آدم احتیاج دارم که دارم میشه وقتی دارم ماشین رو پارک میکنم، سنسور که نداره ماشین ها. این خیلی به درد میخوره. عجب گزینه خوبی بود، میشه روش فکر کرد. یعنی از رضا رشیدپور، فرزاد حسنی، احسان علیخانی، علی زیاد رسیدیم به این و سید بشیر حسینی. یعنی پس رفت دقیقا اینجاست. این صدا و سیما هم در حد همین چند دقیقه دارم نگاه میکنم که یه استوری واسهتون بگیرم. یعنی این اعتراضات واسه هر کی بد بود واسه اینا نون داشت. قشنگ کل صدا و سیما، ولی میران رجبی نیستش، جوش خالیه. حیف. آره واقعا. ولی مجریه چی بود که اینقدر همه ازش شرم فور داشتن؟ اصلا من نمیدونم کی هستش، ولی چرا بدبخت حالا اونم یه مجری واسه خودش بود. ولی واقعا همینطوره. اگه قسمت قبلی سروسیما رو که درست کردن نگاه کرده باشین، تو اون کامل توضیح دارم که داستان چیه و چه کسایی آوردن واسه یه مجری کردن تو تلویزیون. اصلا کلا سبکش خیلی عوض شده. واقعا باید سانسور شه. خیلی باله. بزغاله داره با بزغالش فکرم زندگی میکنه. بذار ببینم صفحهش اینجوریه داستانش. کلا این بچه هستش که تو مزرعه زندگی میکنه، کلی گاو و گوسفند و بزغاله دور و برشه. چه حالی داره میکنه. بزغاله هم صاحبش دل بسته. ببینی وقتی منگو میخونه سرش رو میذاره رو شونش. خیلی خوب بود. قسمت نمیشه انگار دست تو را بگیرم. من از این شهر وحشی خیلی ضربه خوردم. میدونی من انگار خیلی وقت مردم. خدا بیا مرزه. واسه گربهش داره تخ میذاره. وای عروسکش هم گره. آخه چقدر بامزه. ولی این گربه دو ثانیه دووم نمیره، کلا میپره همیشه به هم میریزه. کارش اینه دیگه. بدبخت، تو چی کار کردی که زنه داره باید این کار رو میکنه؟ چه روزا و شبای سختی بهش گذراندی با این حرکت واسه؟ ای خدا. سلام، این پسر رو 10 تومن ازم میخری؟ نه، چرا باید بخرم؟ یه چالشه. ممنونم عزیزم. مرسی. خانم اون بسر در تو منظم میخری؟ نه داری فیلم میگیری؟ آره ازم، یه چالشه. نمیخوام عزیزم. تو منظم میخری؟ همچی گفت داری فیلم میگیری، من فکرم واقعا میخری. چرا؟ خالیه. خالیه، شما چطور؟ من میخرمش، جوابش چقدر خوشگله. به دیدگاه آدم ها چقدر فرق میکنه؟ نه کارت خان. مرسی، مبارکتون باشه. علامت بازش کنه ببینه توش چیه. این چالش رو خارجی هم انجام میدن، ولی توش معمولا چیزای خیلی خوبی پیدا میشه، ولی ورژن ایرانیش رو نمیدونم. ببینیم سری قبلی که درست کردم تو جعبه چی نبود کلا. ببینیم.
گرمن توش فقط بود دیگه، نمیدونم حالا قیمتش چقدر، ولی خب خیلی باحاله. بعضی آدما حالا اسمش جرأت بذارم میگه ماجراجو هستن و دوست دارن که مثلا یه اتفاقی رو نمیدونن چی ریسک کنن، اسمش بهتره بگم ریسک. آره ریسک پذیر هستن و خیلی چیزا رو همینجوری انجامش میدن. من خودم خیلی همچین آدمی هستم، واسه همینم خیلی سفر مختلف میرم و میرم جایی که اصلا نمیدونم چی جوریه. اگه همچین چیزا من پیشنهاد بدم منم حتما امتحانش میکنم، چون هیجان داره خودش و خیلی باحاله دیگه. حتما من همه چیزو بدونی بخری که میشه، میگه از اون حالت بسته چی میگن کامفورت زون میگن، یا اون منطقه امن ذهنیت بیای بیرون، خیلی باحاله. واسه من که اینجوری بودم میشه. حالا اگه شما بودین جعبه رو میخریدی یا نه؟ یا خدا، ولی الان علاقه رو جدا اینجوری نشون میدن. ما علاقه هم به تو خیلی عجیبه. یادش بخواه همچین ویدیو درست کردم که کل این اون یکی در میرفی. ایتون باشه چند وقت پیش همچین ویدیو درست کردم که کلا عکسای مختلفو مینداختم تو این دستگاه. فکر کنم بعد یه ورژن جدیدش درست کنم با چیزای عجیب و غریب تر. آره اینو به زودی انجامش میدم. بریم سراغ ویدیو بعدی. اینقدر که این دخترها دنبال پسر قد بلندن، تیم والیبال بسکتبال دنبالشون نمیگرده. چه خبرتونه؟ واقعا اینجوریه؟ بچه دور و بر من خبری نیست. ریدی. بماند که خیلی ها وقتی میرم انزیک میرمشون تازه میفهمن که قد من چقدره و میگه اصلا بهت نمیومد. خب من تو الان ویدیو اینجا نشستم، وقتی نشستم خب معلومه قدم مشخص نیستش دیگه. اوه اوه چیه؟ این کیسه بچه های عنکبوتی نیستش؟ آره اینا بچه هاشن. چرا پارش کردی خب؟ کتیما نگوی چقدر کچولو هم کنتو رو مام مامانش رو برد و بچه هاش ملاقات کنه. ولی خب چه کاری بود کردی؟ بذار به موقعش احتمالا خودش این باز میشد دیگه. نمیدونم حالا واقعا چقدر زود این کار انجام داد، احتمالا خب صاحبش میدونسته دیگه. شما وقتی وارد کشور میشی بلتر دنبال خونه میگردی و ناخودآگاه تو محله ایرانی ها میری. بعد خب یه برجای از ایرانی ها پاتاقشون هست 15-16 طبقه 100 تا 200 واحده، یه ایرانی هم بلتر میره به شما خونه رو نشون بده. یارو جوری کلید میندازه انگار مثلا مالک واحده. بعد میپرسی که خب اینترنت رو این کرایه خونه هست؟ هیچ جای کانادا اینترنت رو خونه نیست، زره مفته ولی باشه. بعد میگی که آسانسور واسه بار داره. شما اول پایین اعتبار چک بشه بعد بیا در این مورد صحبت میکنی. خب سیکتری پلاس تو اگه اعتبار من چک کنی که تعداد صفراش باعث میشه که سرتاپات واجبی بگیری. آخه چه در صحبت کردن؟ چرا ما با تخریبی صحبت کنیم؟ من تو پرو هم جواب یارو هم میدم، ولی یکی زبون نداره حالش بد میشه، میگه اوه نه من تو کشور غریب ایرانی با ما چیزی صحبت کرد. دوست عزیزی که شما 15 20 سال من اینجا خار و مادر یکی شده به هر دلیلی، قرار نیست نفر جدیدم اتفاق بیفته. و مورد بعد، اگه شما اعصاب نداری، اگه فکر میکنی یکی جدید میاد جای شما رو میخواد بگیره، اگه بر این باوری میتونی بیا بخوری که باورت عوض بشه. هر چی برای خودش مده جای خودشو بگیره با فنش با تکنیکش و هزار چیزی که بلده. پس خواهشا محترمانه با هم در کنار هم اکسیزمو هپی وار. این دوست ما حرفش واقعا درسته، فقط یه ذره رو راسته یه ذره رو کرف میزنه. ولی در صورت درست گفتش. نمیگم همه، ولی بعضی ها این تفکر دارن. اونایی که اومدن اینجا قبلا درشون صاف شده فکر میکنن بقیه هم برای این اتفاق خودشون میفته. ولی خب کاملا بهش حق میدم، کاملا بهش حق میدم. بریم ویدیو بعدی. چه با مزه است. گفت دیگه این کار با من نکنیش واقعه. تمیزه دیگه، چقدر تمیز میکنی؟ کاش سر بیشتر هایی نه تمیز میکرد، ما یه چیزایی از دست داریم احساس میکنم. دستم که تو هم، دلم باران، دستم باران، دهانم باران. اوه
این یه چالش احساس میکنم. چند تا ویدیو شبیه این دیدم، الان دو تا هم جدید دیدم کنارش، یه خبرایی هست ولی چقدر چالش قشنگ و زیبایی. هم خونه تمیز میشه و هم خونه تمیز میشه. چقدر تمیز کار کرده با این چالش، خوشم آمد، خیلی باحال بود. یه حاج خانومی هم این کار کرده اینجا، ببینید سنش خیلی زیاده، امیدوارم مثل نفر اول چالش انجام نده. تو رو خدا آه خب خوبه. یا خدا شکمو، تو که از الان لخت دیگه، چالشش چی میشه؟ یعنی خودش بود. یکی دیگه من این چالش ها نگاه کنیم. خوشت اومده. اصل درست این چالش ها همین نفر آخر و نفر اولی که نشون دارم انجام دادن، این وسط یه ذره بیراهه رفتم فقط. من هیچ وقت یه اشتباه رو دوبار انجام نمیدم. آفرین، درستش هم همینه. همیشه 3 یا 4 بار به بالا انجام میدم که مطمئن باشم. خیلی ولی رو مخ وقت دارم اشتباه رو چند بار انجام میده. یه بارش که دیگه اشتباه خب طبیعیه پیش میاد، دوبارش حالا رو مخه ولی میگی دیگه تکرار نشه. اگه 3 بار بشه به من که باشم دیگه واقعا از خودم ناامید میشم. شما رو نمیدونم. بریم بعدی. نگران کار کردن نباش، بعد ازدواج یه جوری ازت کار میکشم هر روز بگی غلط کردم. اوه من خیلی کاریم. بهت نمیاد. امتحانه ضرر نداری؟ پس هر روز ازت کار میکشم بدون تعطیلی. مگه جمعه هم شرکت باز؟ راست میگی دیگه، جمعه که شرکت باز نیست چرا میخوای ازش کار بکشه بنده خدا رو؟ به حال آدم باید کاری باشه دیگه، مرد باید کاری باشه. همه کاری میکنه، لوله کش، دکتر، پلیس. Excuse me ma'am, aap is outfit pe bahut beautiful lag rahi ho. Thank you. Yeah, by the way my name is AJ. What's your name? Alia. Are you single? No, I have boyfriend. But you deserve 2. I have 7. واقعا حوصله‌تو میکشه؟ 7 تا دوست پسر داری؟ آرام پس یکیشم بر نمیاد. 7 تا؟ حالا حداقل 2 تا رو میگفتی میشد یه کاری بکنی. 7 تا واقعا خیلی زیاده به نظرم. سلامتیش. بریم بعدی. اینجا میپرسن که چرا لباس حیوانا رو میپوشی تنل میری بیرون میگردی؟ خب ببین عزیز من، همون لباس حیوانی که من میپوشم اولا که توش گرمه، دومندش که مردم نگاه میکنن خوششون میاد میخندن، منم خوشم میاد به اونا میخندم، دوتای با هم میخندیم شاد میشیم. یعنی من خودم احترام میکنم، کارایی رو انجام میدم که خودم رو شاد کنم. حالا نمیدونم منظورش از پوشیدن لباس حیوونا چی بود، ولی اگه لباسی باشه که از پوست طبیعی حیوونا درست شده باشه الان دیگه واقعا اینجا تو اروپا منسوخ شده و واقعا کسی طرفدار اینجور لباسا نیستش. حالا من دارم اینجور لباسا چجور خنده داره واقعا نمیتونم درکش کنم. چرا منظورش از لباس پلنگی مصنوعی داره میگه، نمیدونم این منظورش چی بود دقیقاً. آخه اینو وای وای چقدر خوردنیه، اندازه جاسویچیه، خیلی خوردنی بود قیافشو. وای گربه خیلی بامزه است، بچگیش اصلا یه چیز دیگه است. یک ماه بچگیشون رو نگه میداشت، خیلی باحال میشد، کلی انرژی میگرفتن. وقتی آقایی واسه اولین بار ماشین سانروفدار میخره. یعنی همه پلنگ میخوان، هیچ کس پاندا نمیخوان تا لنگ زور با هم بخوابی؟ پلنگ یا پاندا، مسئله اینه واقعا. پسرا که میگن پلنگ، دخترا میگن پاندا. اگه شما نکنم درست میگم؟ شوهرم یکی پاندا بخواد، من چی میخوام؟ ممی. اوه یه لاک‌پشت خسته و پیرو داریم ها، چه باحال خیال میخوره. همین کاش بازم ازش بود. بذاریم صفحش بریم. اوه واسه خورش تیک تاک داره اینجا و انواع اقسام میوارو خورده. ببین 250K، یعنی 250,000 فالوور داره. سایزش رو نیا کنید چقدر بزرگه، خیلی خفنه. حالا ببینیم هویج خوردنش چجوریه.
والا تغذیه این لاک‌پشت از من خیلی بهتره. این لاک‌پشت اگه دست ما ایرانی بود بهش قرمه سبزی میدادیم، قیمه میدادیم، کشکوار اینجور میدادیم. تو کلاس منتظره زنگ تفریح میشینم تو حیات شده میرم. باش باش. اوه بارم که چیز عجیبی توی این تیک تاک میبینه، اصلا هم چیز انتظار نداشتم اینجا نگاه کنم. بچه هایی که منو میشناسن میدونن که من هم ثروت خیلی در حد بالا رو تجربه کردم، هم فقر رو تجربه کردم و هرچی بگید از هر نوع لباس و هر نوع برندی بگی همیشه داشتم، پوشیدم. بدترین لباس هارم کردم تنم، همه چی عادی میشه، همه چیز دیگه اون رنگ خودشو نداره. تنها چیزی که برای من تو زندگی مهمه وفاداری آدم هاست، اخلاق و صداقته. این ستا تو زندگی میمونه، بقیه چیزا دنبال کیف و کفش گوچی نگردیم. من داشتم، اثر نداره، هیچ چیزی به شما اضافه نمیکنه، هیچ حال دلت هم خوب نمیکنه، موقتیه. تو روحت رو سالم نکنی، تو وجود خودت رو سالم نکنی، هیچی اثر خوب نخواهد داشت. دقیقا با حرفش موافقم. البته منظور نیستش که شما هیچ موقع نریم چیزی بخرینا، ولی اول با خودتون رو راست بشین، خودتون رو صاف و زلال بکنین، با خودتون کنار بیاین، بعد برین سراغ این چیزا. چون واقعا من خودم هم همه مدلای اینجوری رو تقریبا تجربه کردم. غالبا میتونم بگم که تا وقتی که با خودت آشتی نکرده باشی و راحت نباشی، این جور چیزا خیلی فیک هستن و خیلی گذرا. یعنی شما یه کفش میبینی که مثلا چه میدونم یورو، حالا میگم 2000 یورو پولشه، آرزو داری میخریش، ولی یه هفته شاید باش خوشحال باشی، بعد دیگه واسات عادی میشه. گوشی همینطور. یه مثال در مورد خودم میذارم، مثلا من میشه آرزوشم یه دوربین فیلم برداری بگم واسه موزیک ویدیویی که درست میکردم و قیمتش خوب موقعی که من تازه اومدم آلمان خیلی واسم گرون بود، ولی الان اونو دارمش. ولی ویدیویی که قبل از اون دوربین درست کردم هنوز بیشتر دوستم. وقتی که من به اون دوربین رسیدم و اون دوربینو خریدم، انقدر باش کار نکردم که با دوربین قبلی کار کرده بودم. میچی میگم واقعا اون حس درونت بعد خیلی خوب باشه که بتونی باش کنار بیای، اون وقت این چیزا خیلی بهت لذت میده، وگرنه این چیزا همش گذرا و موقتیه. خب بچه رسیدیم به آخر ویدیو، مرسی که تا الان تماشا کردین، امیدوارم که ویدیو واسهتون جالب بوده باشه. این سری برنامه کافی تیک تاک که درست میگم بی‌نهایت ویدیو توش هست و همیشه من سعی میکنم که بهترینا و جدیدناشو واسه شما جدا کنم. راستی اگه شما دوست دارین که تو ویدیوهای من باشین، یعنی تو این قسمت ویدیوهای کافی تیک تاک با من باشین، حتما تو ویدیوهای تیک تاکتون آدرس تیک تاک منو تگ کنین که من شما رو داشته باشم. مرسی، تا ویدیو بعدی، خدافظ.